دوستان عزیز سلام و خوش آمدید به برنامه دی SLFC Show. SLFC Show شوی هست که همیشه متوجه گپای شما هست و از شما مشتاق زیادتر دوستای ما. البته در ویدیوهای ما که کامنت میکنه همیشه یک سوال میکنن از پیش ما که چرا تحلیل مسابقه باز محمد مبارز تا بال نشد، چرا باز محمد مبارز هنوز در شوی تا نامده. دوستای عزیز، باز محمد مبارز یک آدم خیلی مصروف است، زیاد وقت بر ما داده نمیتونه. متاسفانه برنامه‌شون هم در تلویزیون های طلوع و لمر و چنل یک و آریانا زیاد است، بسیار به مشکل نمی آدم. بر شما امروز اینجا حاضر کردیم. باز محمد مبارز سلام و خوش آمدید به برنامه SLFC Show. نورستانی صاحب، ما سلام احترام خواهم خدمت شما، خدمت همکارای عزیزتان و خدمت تمام دوستای عزیز ما که از طریق چینل یوتیوب SLFC Show ما را تماشا میکنن تقدیم میکنم. خودم رقابت کردی دکتر عبدالله داری؟ رقابت ندارم، خو سلیقه فرق میکنم. من بسیار کوشش میکنم که من رسید وقت سر سوال درست. من بسیار کوشش میکنم راحت باشم، بلوز بپوشم بخصوص، ولی همی سلیقه ما فرق میکنه. به او خاطر همیشه خوش دارم که با دیریشی باشم. بسیار خوب. باز محمد مبارز، دوستای ما که در فیسبوک، البته برنامه ما شما خودتانم تعقیب میکنین، برنامه را که شما در ارتباط هستیم دوستا رو میبینیم که خیلی زیاد، باز هم تشکری میکنم به او بچه هایی که دوستایی که سبسکرایب کردن، لایک کردن و همچنان کامنت پندازن. در هر برنامه ما 400-500 کامنت می باشه، زیادتر پرسان زیر میکنه که چرا برنامه باز محمد مبارز تا بال تحلیل نشده و چرا در موردش گپ نزدیم. به خاطر از اینکه ما میخواستم که باز محمد مبارز بشینم و در مورد مسابقهش گپ بزنم و این فرصت تا بال ما پیدا کرده نتانستیم و آله سر در موردش گپ میزنیم. دو گپ عمده که در مورد برنامه شما که فایت مرکزی شما داشتین، به نظر من فایتتون خیلی خسته کن بود و اینطور یک برداشت از فایت شما ما هیچ وقت ندیم. البته فایتتان ما زیاد سر ازی بحثم کردیم، شما زیاد هم گفتین که ما چندان تحلیلگر نیستم، خصوصات سرش بحثم کردیم، تحلیل کردیم برنامه ایتان. برنامه ایتان یک چیزی که نداره خسته کن نیستن، یکان جایا کمی و کوتاهیایی که هست و سرش مردم گپ میزنه، استند اپتان دگه و دگه و دگه. خب هیچ وقت اول برنامه ایتان ندیدیم که کند پیش بره، رقمی که برنامه پیش بره. چی علت بود باز محمد؟ اول ما میخوایم دلیلش از خود نورستانی پرسان کنم که به کدام دلیل برنامه خسته کن بود؟ به دلیل ازی که همیشه من تو رو میبینم که وقتی که دفعید میری تو حملات زیادی داری، کوشش میکنی که از تیک داون های بسیار قوی استفاده کرده نفر در زمین ببری. زیادتر برنامه زیاد راوند اولت یک 80% فقط کلینچ بود، شما هر دویتان در کلینچ بودید. از حرکت های بسیار خوب استفاده میکردی، خب بسیار اونمو حرکت ها هیجانی نبودن. ما تمام موضوع تا بسیار خلاصه میخواییم در رابطه مسابقه آخرم و علت های مختلف شبرد بگویم. مسابقه قبلم می رمی پذیرم که در روسیه بود، بنا دلیل های مختلف خوب تیر نشد، ما اون مسابقه را واگذار کردم، برالاوی کریفون ریکوردش از ما کده کم بود. شاید تمرین خوب نداشته باشم، در افغانستان تمرین کرده بودم، امکانات هیچ چیز برام مساعد نبود، اون مسابقه را ما واگذار کردم. ولی یک تعداد زیاف از دوستای ما، رقیبای ما انتقادهای خیلی شدید کردن، گویا که مبارز من بعد ضعیف شده و تمرینات و رفعی مسابقات و رفعی نمیتونه. جمله من بودم در اون مردمی که انتقاد کرده بودم، بلیا. من خودم هم بودم ده. ولی ما به خودت و به امثال خودت که انتقاد کرده، ما ایره میگم که مسابقه برد و باخت داره. در یک مسابقه آدم قوی ظاهر میشه، در یک مسابقه بنا به مشکلاتی که بر انسان پیش میشه، بر یک فایتر پیش میشه، تو خودت بهتر میفهمی نورستانی صاحب، در قرنطین احتمال داره یک فایتر از دو جای، از سه نایه جای زخمی شه، اوار شه، ولی مجبوریت های فایت و قرارداد تو را وادار میسازه که بره اون مسابقه را انجام بده. ولی به طور مثال برات میگم، اونمو زخمی هایی که در قرنطین میشه باعث میشه که او تو شو و تو قدرت و فیزیک و بدنی را در برابر حریفش انجام نده، باعث
ضعیفی و باختش میشه و ایره نباید تلگرا و بیننده نقطه ضعف یک فایتر را بشمارن و یا باختش و یا ضعیفیش را بشمارن و خواست کار ماست. اگر ما یک چیز میبینیم حالا پشت صحنه چی تیر میشه و ای ورزشکار البته یا کلک شکسته یا دست شکسته یا مزدودیت دیگه داره او را ما خبر نمی باشیم. وقتی که ما میبینیم از مسائل تکنیکیش صحبت میکنیم و این کار ماست که این کار ما بکنیم. ببخشید یک به شما زده یک کارتون بسیار خوشم آمد. من همیشه نقد من این بود که انرژی باز محمد مبارز از راوند اول تا راوند دو خیلی تغییر میکنه. اون دو مسابقه آخرتان که شما باختین ما متوجه از انمی گپ بودیم، ما کلگی ما میدیدیم که در راوند اول خیلی پر قدرت بودین، پر شیما بودین، در راوند دو، در راوند سه که از باز شیما قدرت از بین رفت. در این مسابقه در راوند اول که خلاص شد من فکر کردم که تو نو تازه شد. اجازه بدید حال ما برات بگویم. ما زیر تاجای را یک کمی زیر استرس هم و انتقادا بودم ولی مورال خود را دست ندادم. من گفتم اگر من توانایی داشتم و یا دارم من در فایت بعدیم ولی کدر که جورشان باید ما ثابت بسازم. به اون خاطر من رفتم در خوبترین کمپ روسیه به نام پرسوی دور سرش تحقیق بکن، خوبترین فایترهای UFC، CA و UFC در حوجه در حال تمرین هستند. من رفتم یک ماه سخت تمرین کردم، خوب فشار آوردم، خوب تمرین کردم. من در این مسابقه آمادگی سه رنگ نداشتم، آمادگی پنج دقیقه را داشتم که باید فایت میکردم. ما عریفی که شما برای ما معرفی کردین پنج عریف، ما از بینشان امیر خوش کردم و این عریف ما تقریبا دو برابر ریکوردهای ما ریکوردش بود. ولی این که چرا اون پیش ما امو تخنیکایش نتانست انجام بده، شاید آمادگی نفس و قدرت فیزیک ما او را زیر تاثیر برده باشه. و در مسابقات همیشه که حمله میکردم ما او حرکات ما و او پاور ما سر از عریفم انجام دادم و مثل دیگر عریفایم واری و این توانش نداشت که در برابر عریفایم امو عملات ما او دفع بکنه یا مقاومت بکنه. ما قسم فضا را سر از قید ساختم، قسم کنترلش کردم از اول تا آخر، نمانده میشه دیگه که یا دست بالا بکنه و یا از زیر پایم بخیزه. در این مسابقه ما بجای از این هر فایتر که می بود، به هر سطح که می بود، ما او را مجال نمی دادم. ما فایت بنف خود فایت خیلی هوشیارانه پیش بردی و در واقع قفز یافتر که گرفتمش ایلتش بود. ایلتش دایی بود هر فایتر از خود فکر خود داره. من می تانستم یک دقیقه او را اوجا بگیرم، می تانستم نیم دقیقه بگیرمش، بیارم جنگ در داخل. ولی من یک پا ایران به پیش خود داشتم که من دو فایت در بگراون خود باخت داشتم. اونجا که گرفتمش ای از این خواست که برای نماندمش کنترلش کردم، از اون طرف گفت خواست برای نماندم کنترلش کردم. خودم قصدن می فهمیدم وقت ضایع میشم، می خواستم خودم وقت ضایع بکنم، راون اول سر خود فشار نبرم، کنترلش بکنم. می شد که بیارم میره در بین قفس جنگ بیارم، یک مشت است یک لغت است اگر می خوردم. هم چون فایت برای من سرنوشت ساز بود، برای من زیاد جایی ما فایت خود کردم، زیاد جالب بودن فایت، جنگی بودن فایت برای من ارزش نداشت، بردن فایت بسیار برای من ارزش داد. که من در رنگ دویم که رفتم نو خدا و راستی من حرکت های کشی را میرفتم نو من گرم آمدانم و اگر رنگ دو را ای باز چیز میکرد دو سی را باز من جنگ خود شروع میکردم. دقیقا نمی کارتان به فایده تانم تمام شد، چون که من وقتی کت کوچه چی گپ زدم حریف تانو مرا گفت ما تحت یک پلان بسیار خاص کار میکردیم. او پلان خاص ما این بود که ما همه مسابقه های باز محمد مبارزه دیده بودیم و در همه مسابقه یک چیز بسیار زیاد بر ما واضح آشکار شد و این بود که باز محمد مبارز نفس خود از راوند اول تا راوند دو نگاه کرده نمیتونه. پس ما دقیقا گفتیم چی را فایتر خود که شما امی راوند اول که از فقط یار خسته بسازین، راوند دوم که است باز شما میتونین کار کنین. که در راوند دوم شما البته من دیدم که تازه تر بودین، یکان دفعه میباشه یک آدمی که یک راوند یا یک ذره عرق کنن نو آدم ده چی میه با
بازوهایش، عضلاتش، پایایش باز میشه، همون فشار مسابقه که یک استرس در داخل عضلات آدم داشته میباشه، شخ میمانه آدم زیادتر وقت زیاد که زیر فشار باشه، او از بین میره، آدم راحت تر کار کرده میتونه در راوند دو در راوند سه. دقیقا اونم تو یک چیز دیدم. یک چیز دیگر هم که بسیار زیاد متوجه شدم اوی بود که شما از لغتای روی پای استفاده میکنید و خیلی خوبم استفاده میکنید. در او کلینچی که شما حریفتان گرفته بودین، ما فکر میکنم اگر گیم پلانتان رقمی که شما مسابقه های قبلی خدا دادین او رقم میبود که نفره گفته ما شما زیر در آی وردار کل از انگ بزن که زیاد هم کدی کاراره، شاید اون انرژی را از دست میدادی. خب بسیار خوب کنترل کدی اون مسابقه را. آیا این پلان بود که خودت گفتی که من کتزی پلان میرم، یا تیمتان، دوستایتان، استادایتان که شما در این باره کار کردن؟ من خواجه نصیر صدیقی که یکی از اعضای سازمان شما بود، ابتدا فایت کرده بود و سیب جان بیادر شاهد صحنه بودن که او همیشه مرا در تمرینات تعقیب میکردن، همراهی میکردن. من از ترینرها پرسان کردم که من میخوایم که سه راوند در این مسابقه فایت کنم که من ماندام نشم. ما آمدیم در نفس جور کردن و فیزیک جور کردن. ما نظر شما چیز من سه راوند چه رقم؟ او گفت سه راوند فایت کردن و ترینر گفت بعد از تو خود فایتر است. تو انرژی تا تقسیم کو در راوند. در راوند اینی راوند این تو فایت کو دینی راوند این رقم بلا تو دیا راوند اول میری کل انرژی تا مصرف میکنی. با او خاطر هر کسی باشه، هر چه قامادگی داشته باشی تو دم میکنی. ما گپ از او را گرفتم، کل برنامه را تنظیم کردیم. کابل که آمدم که استاد واسه که استاد افشار ما پیش از این که بیاییم در میدان صوبکی شرطی زیر ما در خانیم تلویستم و پلان امر رقم جور کردیم که ما چه رقم راون اول در دقی اول چه رقم پیش بریم، دقی دویم تا بالاخره در سه راون ما تقسیم کردیم و 50% ماندم صلاحیت داده سجا بعد از او که در جریان مسابقه یک تغییرات میاید شما صدا کنید باز ما او را انجام میدم. با او خاطر ما مطابق کنم و پلان خود تبدیل کردیم، بسیار راحت پیش رفتیم در مسابقه. ای که دوستای ما برداشتای گوناگون میکنن، او کار خودشان هسته، ولی ما برای کلش وعده میکنم امرقم در این مسابقه که ثابت کردم در مسابقات بعدی ما اگر که در SLFC فایت کنم یا در بیرون فایت کنم با هر رقم فایتر که سر بخورم حالش از این بتر میکنم و ای گپای شما بازم باز ادر میره. ما امیدوار هستم که از منفیگرایی خودتان و زبانتان جمع بکنی به این طرف مثبتگرایی بریم و تمام فایترهای ما حق دارن بالای تمام شما که حمایت بکنین و تشویقش کنین و بیشتر برای وطن ما افتخار کسب بکنن. حال ما حال ما خیر گپای زیاد هست، میتونیم که او گپایتان در آخرم بزنیم. فکر میکنم این دو باختی که داشتین شما این یک تاثیر خیلی خوب سر امین فکر ورزشی تان ما بود، مجبور شما را ساخت. برات قسم میخورم که باختا و انتقادات مردم بسیار زیاد مرا قوی ساخت، باوش ساخت. به تام در جملهش کل اگیدم هر کس نقش خود داره. حال مثالش من این مسلکم هست، امی عشقم هست، من فایت میکنم و من مبارزه میکنم. کسی که انتقاد میکنه خو طبعا نقطه ضعف یک کسی میباشنه. یک کسی برای ما یک کومت گفت تو سندت بالا رفته دیگه ایج نمیتانی سندت تو چند ساله هستی؟ ایره میگم و این گپ از این را من پیش خود قایم کردم. امی گپ از این را برای خود یک مسیر تعیین کردم. من گفتم من بر ازمی آدم نمشناختم کی بود، بر ازمی آدم ثابت میکنم که من ضعیف شدم یا از امی گپ از این را دیگه هم قوی میسازم و برشان ثابت کردم. سندتان چنده؟ سند من 31 سال هست. 31 سال هستم. دو سال هستم. من در حال 31 سال هستم که کسایی که از من کده 5 سال 6 سال بالا است و 28 ساله خودم میگم. هدف تان کی است؟ هدف ما چند دانه است، یک دانه نیست. کسایی که من نمیخوام سرم و احمد ولی و تک گفتم چون بیچاره زیاف متضرر شده، مردم زیاف سرش گپ زدن، من نمیخوام سرش گپ بزنم. اگر رقیب ما سرش گپ زدن ما میگم سر از رو موزه. اگر در ادلاز چیز اگر از لاز چیز که اش رقابت دارم دهی برنامه‌اش نمیخوام سرش گپ بزنم به خاطر از اینکه زیاف گپ شده سرش. برام دیگه ضرور نیست
نیست که گپ بزنم سرش. با اون خاطر یک آدمی که گپ شما هم زدی، یک آدمی که از لحاظ کاکگی و جوانمردی یک آدمی که زخمی بود، او را سر زخمش ملم بانی. اگر باز دیگه هم کلغت بزنی بازی، از لحاظ نمی رزمیکارا در مجموع باید رزمیکارای واقعی جوانمرد و کاکا و عیار باشه. تنها در مش زدن و لغت زدن یک کس نمیشه که او قهرمان رزمی شوه. تمام خوی خیاست نزاکت های اخلاق و ورزشی را خوردی و کلانی را رقابت هم از خود عد داره و در رقابت باید ادب، اخلاق، جوانمردی، موقف، کل چیز باید در نظر گرفته شود که متاسفانه یک تعداد دوستای ما دور از از اخلاق هستن. در این چند روز اخیر در صفحات اجتماعی بسیار گپا بالا پایین شد. گپ خودت کت شاهین نجفی، گپ خودت کت عرفان زکی هم داخل شد. برنامه آن سوی شب نبرد از ما قیصری را شما دیدین. مردم در مورد سهیل حسنزاده و چندین دوستای ما که سازمان هست شدن در مورد زوا هم زیاد پرسان کرد. فعلا صحنه ام ام ای اول خود تشکری میکنم از چند تا دوستایی که ام ام ای را بیشتر کوریج میده در یوتیوب چنل های جور شده، ولی که زیادتر موضوعات ام ام ای را کور میکنن. تشکر از او دوستا به خاطر از اینکه هر چقدر که معلومات بیشتر باشه اونم که از این ورزش رشد میکنن. باز محمد خودت بسیار وقت است در ام ام ای کار میکنی، خودت سازمان رئیس سازمان ای اف سی هم بودی، خودت برنامه ها هم برگزار کردی، خودت تمامی از این فایت هایی که داخل سازمان اس ال اف سی و تی جی اف سی و دگه و دگه هستن مشناسی، بسیار از نزدیکم میشناسی، خودت رئیس فدراسیون ورزش های رسمی هم هستی، خیلی نزدیک ارتباط داری. برنامه ما کاکای نورستانی که دیروز شد در مورد ورزشکارایی که البته ای اواخر رای خود گم میکنن، در مسیرهای میرن که از ایشان گفته میتانیم که استفاده شخصی میشن یا درک و فهم درست ندارن که مسیر خود درست بر خود تعیین کنن، و ضمناً به سازمانهایی که سرشان زحمت میکشن مثل سازمان SLFC یا سازمان دیگه که هست برازی ها نقص میرسن، و وقتی که یا میرن از قرارداد حذف میشن و سرکشی از قرارداد میکنن یا پس میایند سازمان و ما قبول نمیکنیم، باز مردم میگه چرا ورزشکار نمیپذیرین شما. در مورد از این چی گفتنی داری؟ ما در مورد سوال اولت بگویم یا اول دایی بگویم؟ در مورد سوال این سوال جواب بدین، باز ما را میایم سر موضوعات دیگه که سر از اون سوال ای ما ایرا که ارزیابی کردم نورستانی صاحب دو برد داره ها. یک برد اولش این است که بچا خونگرم هستند، بچا احساساتی بسیاری وقت برخورد میکنن، من میبینم بچا در ابتدا زیاد فلاقه زیاد شله میباشند که سازمان برشان، ولی که SLFC باشه هر سازمانی که باشه که برای ما فایت بتین، وقتی که برای ازو فایت میتن چون در روی سنه نمیباشند، وقتی که برای ازو فایت میتن چون تلویزیون و طلوع لمر هم یک تلویزیون بسیار کلان از یا یک باشه هر کسی که باشه، این میایه در روی سنه میایه. ای که در روی سنه آمد او دوستشی را سرش صدا میکنه، او تشویقش میکنه، او تشویقش میکنه، این یک ذره امی موقف و جایگاه خود گم میکنه، در یک فکر دیگه میره، مغرور میشه. به این مانا که او میگه من رسیدم در یک فاید فاید، در حالی که او نه دمی کوچه شاید پای مانده باشه که چقدر چپ کوچه یا و پخشی ها و بلندی ها را دم روی داره. او یکانه چیزی که میتانه اونمو بلندی ها و پخشی ها را مسیر بسیار براحتی تایی بکنه، او حوصله‌مندی یک فایتر، بردباری یک فایتر و تجربه یک فایتر می باشه که متاسفانه اکثریت فایترها را می بینیم که دارای نه تجربه کافی هستند در MMA چون نو آمدن و نه دارای حوصله‌مندی و گذشت و بردباری را دارن و بسیار احساساتی برخورد میکنن و احساساتیشان باعث میشن که هم برنامه خودشان خراب میشه هم برنامه سازمان خراب میشه. و جهت دیگه این طرف که باید بگویم در موردتان، پذیرش شما باید در قبال فایترهایی که نو میاین
وقتی که باز یک سه چهار فایت میکنن تغییر میکنن از لحاظ ریکورد از لحاظ شهرت باید پذیرش رویه و مدیریت شما باید یک سلسله در برابر از یاد تغییر بکنه. در یک مثال داده میتونه مثال بعضی قویداتایی که در ابتدا میباشه وقتی که یک فایتر در سازمانتان شهرت پیدا میکنه محبوبیت پیدا میکنن اما بعض قوانین تانه قویدات های تانه سرشان باید کم بکنین. به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر در اینجا هر کس رقیب های خود داره. در اینجا منیجر ها مستند گوشه و کنار و بعض منیجر ها ما میخواییم بگویم بسیار صادق هستند و بعض منیجر ها خیلی خیلی زیاد استفاده جوی هستند و بچه ها را بازی میتن و از بچه ها سوء استفاده میکنن. بچه ها پیشتر که گفتم کم تجربه هستند تا که یاد اثر تجربه میاین مثل مواره بسیار برنامه هایشان وقتشان خراب میشه. خودتم چقدر بازی و به او خاطر به او خاطر خب بدون شک من خب وقتی که یکی خودمش مثال دادم خب امو گپ واضح است. به او خاطر من پیشنهاد میکنم بر فایترهای ما تواناییتان قابل قدر از زحمت کشیهایتان قابل قدر است و حوصله داشته باشین پاس داشته باشین. به خدا که از دان یک فایتر آتش بپره پاس در برابر امتیمیشان با پاس در برابر سازمانی که عضویت داره و در برابر مردم پاس نداشته باشن پیشرفتشان بسیار زیاد مشکل است بسیار زیاد دشوار است. خب در مورد ازی که ما البته کته دوستایی که نومیان و از دوستایی که برکاتشان بالاست شهرت دارن البته تا وقتی که کته قوانین سازمان SLFC برنخوره موضوع ما کتشان کدام مشکل نداریم اونم رقم میپذیر مردویشانه. فایتر است بر ما باز محمد مبارز تو خودت یکی از مشهورترین فایترهای افغانستان است بیشتر از 5 لک نفر خود فیسبوک تسری نمکست چند چکا فالوار داری؟ 6.5 لک در مجموع کلش 1.9 لک میشه. خب مجموع در کلش نزدیک به 1 میلیون مردم میرسه. خودت وقتی که در مسابقه میایی در وزن کشی میایی از کل کد اول تو آمدی در این مسابقه از کل کد اول تو آمدی ای ورزشکارایی که کلش رکاردهایشان از پیش خودت کده پایین بود و شهرتی که شما داره نقه نداشت هر کدام از یا نیم ساعت یک ساعت نیم ساعت یک ساعت حتی رولا محمدی 2 ساعت ناوقت آمد درستست؟ من یار کلش جریمه کدم به خاطر از اینکه یا ناوقت آمد سبا روز اگر خودت هم ناوقت بیدی تو جریمه میکنم نه این قانون باید یکسان سر خودت هم باشه و سر هر کسی دیگه که باشه و اگر اتر نکنیم راست خدا بگویم نمیشه. نه ما در طرفدار از تبدیق قانونتان هستم. ببین ما موقف جایگاه چیز ما وظیفه‌ای ما یک طرف قضیه وقتی که ما که سازمان SLFC باشه و NFC باشه ایسی باشه ولی که UFC باشه قرار داد کردم به مسابقه یک فایتر روز اول هم گفتم حالا میگم برخوردم از هر چیزی که قوانین سازمان مطابق فیصله ما در کاغذ نشته باشه ما باید او را تبدیل کنم چون ما دینمی فرهنگ عیار از فکر ما وجود ما ما در خوبترین سازمان ها رفتیم عیار شدیم. من نمیتونم که سازمان بگوید تو 1 بجه بیا ما اوجا 4 بجه برم. این خودش جفاست قانون شکنیست و کار غیر عرفیست و این خاطر تبدیق قانونتان من طرفدار ازی هستم. ما در اوجا خودم هم رنگ بردم. ما خود او را که مکو گفتم من مثال برات میتم. ببین مثالش یک مصاحبه تا دیدم یک سازمان ها را فایتر ها بالا میبره. به طور چیز UFC بسیار فایتر داره مگم جای خبیب گرفته نمیتونه که بیننده خبیب میاره یا مگریگر میاره یا جانسونس میاره دیگه نه ولی از هر نگاه برخورد مسئولین سازمان UFC در برابر از وا تغییرات داره ایتو نیست که روز اول هم که خبیب آوردن خبیب یک بچه بود برش بسیار پیسه کم دادن اما قانون توجه هم یه چیز نبود ولی بالا که آمد در سطح بالا رسید از هر نگاه برخورد قدر عزت و از هر نگاه مسئولین سازمان تغییر دادن و حرف ما انتقاد ما اینجا بود که ولی که فایترهایی را که کدمه را آبد گوش کن خب باز محمد اطور است که او خو یک چیز بسیار نچرال است طبیعی است که اونمون کار میشه
مگه ما از فایترهایی که قارستن و یا گله میکنن امیر شنیدم که برخورد مسئولین سازمان که ما را اتایی جرزش نمیده تو ما را به یک چیز خوب نمیبینه که به مجایگاه ما به دستاورد ما به فالورده ما اترام نمیکنن. من اونمو پرسانه میکنم میگم که شما دستاوردتان چی است؟ و دستاورد ما خود بدون شک من اینمی پرسانه میکنم یکان مردمی که میگن هیگه پاره میزنن من میگم شما بگوین که شما دستاوردتان چی است بیادر تو یک فایت میکنی آرش سید خیلی صحیح؟ یک فایت میکنی او هم مساویت میباشه تو باز میایی از پیش من میگی من یک خارجی را کت خارجی من فایت میکنم حالا من این را بپذیرم فقط به خاطر از اینکه سیک آرش سید خیلی شهرت اگر بزدینش او خیلی شهرت داره کت از یک دو فایتی که در سازمان SLFC کده او خیلی شهرت پیدا کرده و اگر من در بدل از این شهرتش یک چیز تقاضای به جایی که از پیش من میکنن اگر او را من باز برای ازواق قائل شوم باز باید به هر کسی من قائل شوم اینجا دوستای ما هستن که هنوز واحد الله نژند مرا گفت اگر سر کمربند باشه من فقط شما مصاحبهش شنیده که باز محمد مبارز فایت میکنم کت خارجی فایت میکنم من دیگه کت افغان فایت نمیکنم ما برشان گفتم هر افغانی باشه هر خارجی باشه اگر در ردیف کمربند ای آدم مدعی میشه تو باید فایت کنی طبق قرارداد آله ای چیزایی هسته که اگر این رقم امی فایتر ها از پیش ما تقاضا میکنن یا خرد فایتر یا کلان فایتر و ما قانع شد ما قناعت کنم که در دوره یک گپشان ما برشان یک زمینه را مساعد کنم که یک نفر از یا غیر منطقی غیر قانونی باز محمد از پیش من یک چیز بگیره ای باز کلگی از یادت میکنه همگی باز اینه میتوقع را از پیش من میکنم و من نمیتوانم برستم گپ از آرش سیدخیری دوستم از ما کش تمرین کنیم بچی بسیار خوب و توانایی بسیار خوب داره ولی از لحاظ فالورده و گپسخن فرق میکنه با تا حسین بخش سفری و آل یک کم بیش امی واحد نژند با این فایترهای تا حسین بخش سفری نمه برتان بگم چرا سازمان رفت یک قصه ای بود که پول زیادتر میخواست در او وقت ما نمیتانستیم که وقت پول بودیم برشان خب پول هم موضوع عمده نبود باز ما آمد که حسین بخش سفری ما فکر میکنم که ما ارزیابی کنم تو حالا بگوی نگوی آله ما برد میگم پول موضوع عمده نبود مرا گفت حسین بخش سفری ما دیگه کت افغان نمیخوایم فایت کنم چرا نمیخوای فایت کنی؟ اسماعیل حیدری نمی ساعت شما که بهتر رکورد داره در سازمان SLFC او یک افغان که چند خارجی اسماعیل که را فایت انداخته شما حسین بخش سفری یک فکر میکنم یک خارجی که یک دانه ایرانی فایت کرد اونمو فایت خدا برد خو زیاف ضرور نیست مثالش از بعضی بچه‌ای که مدعی کمربند است نه خوبترین فایترهای بیرونم اسماعیل حیدری مدعی کمربند ما چی میگم نظر ما چیز به خاطر افز اینا مت فایترهایتان در سازمانتان که سرشان شما زیاد زحمت کشتین یک چیزی که گپ واقعیت از دین روزان بین استادا تیم ما اعضای رهبری فدراسیون ورشای رزمی گپ یاد شد ما یک سازمانه که مسابقه هایشان در میشو روز است پنج روز کارشان اتال دادیم بنا به خراب بودن و سیستم مدیریتشان ما هرچی که کدن ما کارهایشان توقف دادیم تا که ما برنامهشان تنظیم نکردیم ما موجه یاد کردم ما گفتم ما سه چهار رئیس های سازمان هم بود ما گفتم ما به صراحت میگم مدیریت سازمان SLFC را و مدیریت سازمان AFC را در افغانستان تا بال این سازمان نه تنظیم کرده تانسته نه تمثیل کرده تانسته به خاطر که دو سازمان نه کبربند فروشی کرده تا باله نه مدال فروشی کرده نه تقلب کرده نه جل کرده گفتم این گپ واضح است ما در مدیریت شما کدام شک نداریم اگر شک می داشتم من نمی آمدم فایت نمی کردم صحیح نه؟ به او خاطر حال من میگم که به یک شکل حسین بخش سفری را شما حفظ میکردین شاید برابر از او از او که خوبتر دمو وزن یک فایتر خارجی هم وجود می داشت که او را مانگ میکرد میفته ما اینی فایتت که خارجی در صورت بردت باز تو میایی که اسماعیل حیدری و او باید که اسماعیل حیدری فایت میکرد و اگر شما امی بانش خارجی بود می آورده یک خارجی را می آورده یک چند رو پر سرش مصرف میکرد هم فایت جالب میشد و او تا که نه چیز خب میرسید نه اونجا گپای دیگه بود اما ادای از اوی بود هر چیز باید از یک حاشیه باید نبینیم ما. اونجا یک موضوع نبود که یک موضوع باشه موضوع پول بود موضوع خارجی بود موضوع دفاع نکردن کمربند بر علیه یک افغانی بود
و اونجا یک موضوع عمده دیگه که بود حسین بخش سفری در مردم گفته بودن که ما شما را روسیه میبرم، شما در روسیه فایت میکنین، در سازمان بزرگتر، در سازمان بهتر. او گپای دیگه هم بود، گرچه یعنی یک آدمی که یک گپ میزنه ضرور نیست که ما کل گپایش رد کنم. ما برش میگم صحیح است، یک 70% گپایت قبول، 30% مرا قبول کن. او نگوشیشن ها کتی حسین بخش سفری روان بود، خود چون که حسین بخش سفری البته اینمطور یک تصمیم داشت که ای باید بره خارج از افغانستان و کتی سازمان بزرگ من نظر دارم قبطه او هم کتی ماخی از برما تن نداد ده او موضوع. بسیار ببخشید، من در میردی گپ دارم. اول که حسین بخش سفری را ما دو سه مرس مصاحبه ایشان شنیدم، گفت من منتظر هستم که بر ما سازمان تماس بگیره. ولی او گپای ناقص. خب او را اگر حسین بخش سفری همه حسین بخش سفری ما هم گپای مثبت میگم، من منفی را میگم. همین حسین بخش سفری همین فایتی که در روسیه کرد، اگر در SLFC میکرد با همین بچه اسماعیل حیدری میکرد، برش بسیار جواب مؤثر تمام میشد و بسیار انعکاس خوب هم میداد از هر نگاه. ای که اونجا رفت فایت کرد، اون مسائل تصمیم شخصی خودش و تیمش هست، در اون کدام گپ ندارم. ولی از لحاظ شو، از لحاظ موقف، اگر میامد امیر ادامه میداد، چون اسماعیل حیدری هم یکی از بهترین هاست. اسماعیل حیدری در دو سال من اگر MMA فوکس شان است، من میگم دوستارم میگم اگر MMA فوکس شان است و فوکس شان میخواین در MMA داشته باشید، شما که در خارج اگر فایت میکنین، تا وقتی که یک قرارداد نداشته باشین که دو مشخص باشه که چند فایت در یک سال برتان میته، قراردادهای بریو است، قراردادهای ونفسی است، مشخص میسازه که سال 5 فایت، سال 4 فایت، تا وقتی که او رقم یک قرارداد نگرفتین در یک تک فایت ها نرین، به خاطر زیک نرین. چون که شما یک فایت میکنین، یک فایت که کردین باز یک سال قرار کرده میشین تا وقتی که براتون دیگه فایت پیدا میشه. اونجا که حریفی که شما فایت میکنین یا میبرین یا میبازین، اونمو حریف چون که روسی است، در اونمو سازمان، اونمو قرارداد داره، در یک سال 5 فایت دیگه میکنه. او آدم اگر رکاردش 5-0 باشه میرسه 10-0 و شما که هستید 5-1 میمانین. این و فایتر بسیار زیاد مهم است که سالانه 3 فایت 4 فایت بکنه تا که رکارد خود اپدیت نگاه کنه و اونمو رقم سازمان های بزرگتر که هست رکاردشان ببینه و از طریق رکاردشان کسی ها را جذب کرده بتانه. و کسانی که اطور میکنه که فقط به یک فایت میره روسیه، سال یک فایت میکنه، او کم کم آرام آرام که هست کریر MMA خود از دست میده. عرفان ابراهیمیان، واحد نژند و همچنان شاهین نجفی بیادر، این چی حال انداختین شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بیخی شما اون مسائل ها گپای ما زیاف، ما مشکلات بچه ها، مشکلات MMA زیاف هست، او رو در یک برنامه دیگه با سرش گپ میزنیم. سری برنامه واحد نژند گفت واحد نژند گفت من اگر کمربند، سر کمربند اگر مسابقه کنم با خودت مسابقه میکنم، اگر نه نمیکنم. ببین پیشتر گفتی گپ مبارز و نجفی و تا و بالا میشه چی گپ است، ما کاری هیچ کس گپ تا و بالا نکردیم و علاقم ندارم، خوشم ندارم و کس را بعد خود نمیبینم که گپ تا و بالا کنم. ای از آل نیز از 8 سال به این طرف است، یک تا نیز که ده ها تا از فایترهایی که میاین در روی سنه خیز میزنن سر ما، یه خنداندازی میکنن، باز میرن اسپایر میشن، باز دیگر نسل میایه باز یه خنداندازی میکنن، باز میرن اسپایر میشن. این نسل سیم است که بر ما یه خنداندازی کرده است. حالا ما برات میگم خودت مسابقه تا بالا نکن. ای ده نفر از خوبترین فایترهای مطرح افغانستان است، آرزویشان است که در داخل قفس کرده ما خود ببینن. خود چرا مسابقه نمیدید؟ خب جواب دیگاهی شداده، من میخواییم در رابطه با رابطه با گپای واحد نژند بگویم. باز محمد اجازه بده یک سوال میکنم پیش از اینکه گپ واحد نژند بکنم. این هر همه مردم که اصلا بر شما چلنج داده، شما گفته رایی هستین که من بهترین هستم، شما گفته رایی هستین که بر ما کسی نمیرسه، شما همیشه میگین که چون که برابری کت ما کده نمیتونه، پس من اصلا وار حساب نمیکنم که چون گپ نمیزنم در ردیف ما. امیر سابق حال خود در افغانستان هیچ کس گفته نمیتونم من بهترین هستم. یک بچه که یک سال هم کار میکنه، یک مسابقه را بار اول میباشد، سازمان دان میبره، او میگه من بهترین افغانستان هستم. هیچ کس خود بهترین گفته نمیتونه و بهترین در داخل قفس معلوم میشه
و بهترین از سازمان ها معلوم میشه، بهترین از ریکوردهایش معلوم میشه، از عریفایی که فایت کرده بهترین معلوم میشه، علنی که مردم لایف دیده بهترین معلوم میشه. سعیز نه دگه بیچ کس کسی خودت بهترین هستی فکر میکنی بهترین خب ما از یک لحاظ خاک پای کلگی مردم افغانستان و امیمی کارای افغانستان هستم. از لحاظ دیگه اگر کسی بخواد که خود سر ما در جای در سینه سینه خود بزنه که ما هستم، ما برشان حال جواب دارم. خصوصا من نمیخواستم، علاقه نداشتم در برابر واحد نژند گپ بزنم، به خاطر از این که واحد نژند از چند برد ای سه دفعه است من مصاحبهش تعقیب میکنم در تلویزیون های خوب میشینم، میگه که ما در سطح افغانستان در وزن 75 کیلو هستم و ای گپش پیش من قابل قدر است. سعیز که تو هستی باش دهدت باش، ولی ای گپش من قبول ندارم و رد میکنم. کو هر سه بار سر من صدا کرده که اگر او در وزن 75 کیلو مبارز است بیا کد من معلوم کن، اگر معلوم نمیکنم من هستم. اول من میگم تو خود معرفی کن که تو کی هستی، ما با چرا با کدام ملت ها. ما واحد نژند خیلی در افغانستان شهرت پیدا کرده، سعیز خیلی مسابقه های خطرناک داده. ای آدم که از کمربند سازمان ادراداره که شما فعلا در او سازمان فایت میکنین، ای آدم که از فالوورایش که از نزدیک به 1.5 لک نفر در اینستاگرام رسیده، رئیس شهرتش روز به روز زیاد شده. رئیس اجازه بده خداوند رقم من معرفی کردم برات. سکو ما کسی بودیم با حال ما سه علت داره که ما در برابر از این صدای خدا نکشتیم. پیش از این علت های شبو گویم ما به خاطر گفتم بگو واحد نژند که تو کی هستی. واحد نژند اونوز که بار اول شما مسابقه برگزار کردین، خب متوجه باش، و مرا در اون مسابقه میمان ویژه به مسابقه قهرمان دعوت کردین، من پشت قفس ششتم و ما واحد نژند تشویق کردم، گفتم اگر توی مسابقه را بزنی من بر تو $100 میتم. واحد نژند وقتی که مسابقه را آرمان رئیمی بود زد آمد در بغل ما روی من ماش کرد که ما تو الگوی مستی و ما تو را دوست دارم، مرا ما خواهش ما از توی سمیع استاد نجیب بود که تو مرا حمایت کنی. پس من گفتم توانایی تو قابل قدر است، همه تو برش گفتم جوان هستی پیش برو، ما در خدمت هستم، من تو باید تمرینات مسلکی بکنی. صددلار ما برش دادم، بر حسین بخش سفریا ما موجه مسابقه کرد بسیار خوبش. ما اولین کس آمین می جوان ها بودم که ما موجه یار تشویق کردم، دیدم استعداد حسین بخش خوب استعداد داشت که تابال خوب پیش رفته، امور تشویق کردم، ما امیر تشویق کردم و ما یک کسی که آمی یک کسی باشم، ملگوی یک کسی باشم، باز این دور از امی اخلاق ورشی نیست که اون میشینه سر ما صدا میکنه. حالی که ما چرا جواب ندادم، یکی تابال مردم افغانستان تابال خبر نباشه، شاید از این برنامه ای گپ تازه را بشنن. اولیش ایلتش ای است که ما واحد نژند از یک ولایت پنشیر هستیم، بعد از این از یک ولسوالی به نام دره یاد میشه، ما از یک دره هستیم. این دره 5 قوم داره که ما از قوم سنگخان هستم، واحد نژند از قوم عبدالاخیر است، قریه ما 200 متر زیاد فرق هم نداره. دوستای عزیز تابال افشا نشده بود، هیچ کسی نمیفهمید بله. که باز محمد مبارز از کجا هست؟ این امروز در این برنامه هم شما ای بعد از 10 سال ای گپ از دانم برآمد، به خاطر از ما ای چوب گرفتن ما ترس و کم توانایی ما نیست. شاید این واحد نژند از راون اول یا راون دو از پیش ما او تجربه که او داره، او توانایی که او داره پیش ما، شاید از راون دویم نجات پیدا کرده نتانه. او فایت از او تمام فایت از او پیش ما، پیش تجربه ما یک فایت چپول است، کدام فایت مسلکی نکرده، تو به مسابقه کارشناس بیا فلمایش پرتو پیش ما کارشناسی کن، من نقطه ضعف شه بگم. که تو به خاطر عضویت سازمان تان داره که تعریف شه بکنی جو کار خودت است، ولی از لحاظ فایت بیا که ما برای تحلیل بکنم که خودت اگه تایید نکدی تمام فایتاش چپولا بازی غیر تجربگیشه سر تا آخر، ما برای تو ثابت نکردم. دهی گپ مکده تو موافق هستم، به خاطر ازی که ما همیشه گفتیم که واحد نژند اگر تکنیک هم کده ای قدرت بدنی که داره تکنیک هم یاد بگیره یک فایتر خیلی خوب شده. او تکنیک چی وقت یاد میگیره؟ 5 سال پس یاد میگیره، او را تجربه او را میاره در ریسانه، او را تکنیک تو برش مثالش ما برش یک تکنیک بگم. ازی گپ آیا اگر
واحد نژند فعلا فکر میکنم 7 مسابقه کرده یک باخت داره. صحیح است؟ شما 11 مسابقه کردین؟ 11 6 6 درست است؟ یعنی رکوردتان زیاد دور نیست از یکی دیگه خود. و همچنان او احترامی که به یک استاد یک آدم داره، به یک الگوی خود یک آدم داره، او در جای شما گفته نمیتونین که اگر نیمار به مسی یک احترام خاص داشت و الگویش بود امروز آمده در پی اس جی او نمیخواد که از مسی کده بیشتر گل بزنه. نه این تقاضا ندارم پس من میگم اگر اینجا در افغانستان در 75 کیلوگرم هر کسی میگه، خودت میگی که من بهترین هستم، نژند میگه من بهترین هستم، سمیع فیضی میگه من بهترین هستم، و اگر شما در بین خود چلنج و چلنج بازی در می 5 سالی که شده و سر شما صدا کده، یکی تان چرا نمیخیزین که ثابت کنه نمی گپایی که میزنی؟ سعی کن ما علتای شما رو یک علت شما یا میم آخر تو گپا گوش کن. ما که تا بال چیز نکردم، یکی او بود که اگر من چلنج ازیر قبول بکنم همه تو که ولی او تک سر من نام کشی کرد، من بالاخره که من مجبور ساق ما گفتم بیاین حال مرد دستی بکرد من مبارزه کو 50 دانه از رئیس جمهور گرفته تا رئیس پارلمان و تا رئیس مشران و جرگه تا وکیلا تا لالایل کلش آمدن بر ما تماس گرفتن، حتی از شورا امنیت که در خیر افغانستان نیست این مسابقه را نکو. او خب بخاطر حاشیه‌گری ازی که بسیار بد ما آمده نمی کارده اون وقت او مسابقه که آرزوی ما بود اجازه بده یکی را پشتون و یکی را تاجیک گفت ما زیاد میراگت مداخله کنی یکی را پشتون و یکی را تاجیک گفته بیادر عزیز ایگپ خونسا کد. من البته طرفدار از اون مسابقه بودم. این خب بیادر پنچیری تسالا خب اینالو ما میگم نه اما یک خواهش دارم در بین گپ مایداری با گپ خب مزیاد نه گپ های بسیار چیز دارم باید بگویم. او که ما تاجک بودم او پنشیری بود، 100 نفر داخل در آمد ما را خلاص کرد. نه ما را داروزویم نماند که برسم که میخوانم به مردم افغانستان نشان بدم، ولی هی آدمی که از قوم ما از بازوی ما از یک قریه ما است از یک گلسوالی است، آیا مردم پنشیر ما را اجازه میده که ما کدواید نجان مسابقه کنم میره باز ما برش ثابت کنم در داخل قفس که کی بهتره؟ من خود یک پنشیری بود دیگه چی؟ حالا ما برای چی میگم؟ حالا ما برای تو حالا ما برای تو و برای واحد نجان و با چی میگم؟ گپ ما ایستا. اول ما برای واحد نجان میگم که ما بسیار زیاد دوست دارم به مسابقه یک جوان، یک میکار، یک وطندار، یک قومم بسیار زیاد دوست دارم. اما تو که اول تشویق کردم حالا هم در خدمت هستم، از هر نگاه من میتونم که تو را کمک بکنم و تو باید عادت بفهمی که تو در کدام عهد هستی و ما کی هستم و تو کی هستی. اگر ما برات میگم از این طریق چینل اینمی یوتیوب صدای مشنوی، اگر تو دیگه جلو تا نگرفتی، دان تا نگرفتی، در هر تلویزیون ششتی گپای بی رب دور از موقفت بیاده پی کردی، بعد از او باز ما حاضر هستم که برات جواب دادن شکن بتم و شکر فضل خدا دو برابر توانایی ما از امت ما از غیرت ما از با داخل قفس ای تو جذابت متا ای قدر بزنم تا که یک ماه مادرت بالای سرت چیق بزنه چهره تا تغییر بتم نشناسید کی واحد نجن است یا کی است. امی بیاده پیام از خود عد داره عدود داره و برابر تو کسی ای قدر به این اندازه گستاخ نمیشه که در 3-4 تلویزیون در هر تلویزیونی که میری در سینه سینید میزنی که ما هستم و اگر ما نیستم اگر مبارز هست بیا کرد ما خودم معلوم کنه نشان بده. ما که تابال خود خب گرفته بودم چپ گرفته بودم ای از ناتوانی و از ترس ما نبود صرف به خاطر 4 دانه وطندار که مرا سبا ملامت نکنه که تو کلان بودی واحد نجان خو نو بر آمده بود بچه بود خونسرد بود تو چرا صدای تکشی؟ حتی ما آدرس دارم در پیش وکیلا رفتی پیش وزیرا رفتی در هر محفلی که رفتی تو مرا تخریب کردی و یک کسی دیگه هم در پالیت است قدش خاده دوزا آواری است در مسابقه آخرش با میگم من بهترین هستم یک طفل چقدر دو راونی را زد چقدر ایره لد کرد بیشرمانه لب رویش کفان دیگار فایتر کدموش در رویش میزنه و این بچه را ما دیدیم که فایتر ده گنده زانو مستقیم در روی عزیزت این گجای ازی بهترین است گجای ازی خوب فایت کرد فایت قبلیش رفت کرد یک فایتر دیگه در دبی فایت کرد که یک مجزدش زوف کرد و این دیگه
گپ فایت قبلی از این که سر کبربند فایت کرده بیا می هویت کبربندایش به اینجا معلوم بکنه کی فایت کبربندار از کجا گرفته کد کس فایت کد کبرمنده که حریفش یک مسابقه دایمی می داشت وام باخت بود من نمیفهمم این کبربند از کجا کرد این مسابقه را چه رقم جور کرد در روسیه که کرد در بلاروس کرد در بلاروس که کرد مسابقه یک وقت در ایران و پاکستان میرفتن مردم کبربندای ساختگی را می خریدن فایت های تقلبی را جور میکردن در گردن منداختن می اومدن ولی این برادر ما رفت حال در بلاروسی کار تکرار کرد هر وقت باشه هیچ وقت هفته و دو انگشت پد نمیشه ما اگر رفتیم فایت کردیم هم که دینیز کرد بهترین هم فایت قبلی من اگر باختیم ما مردانه فایت کردیم ما این رقمی جلکاری نکردیم بیایا واضح بسازه که کبربندارا چرا کسایی که هیچ ریکورد می نداشته کبربند سر شانش بوده و فایت کرده و ای کسی ریکوردش رفته در یک سازمان که میگن او سازمان جهانی است چطوری را بار اول کسی ریکوردش فایت مرکزی گرفت فایت سر کبربند گرفت اینجا خب معلوم میشه که اگر مر اجازه بده باز محمد اگر مسابقه خود کته واحد نژند باشه اون سر کمربند باشه بعد از این همه حرفایی که در مورد تو زده و باز خودتم خیلی فعلا احساساتی هستی قبول میکنی؟ من احساساتی نیستم و گپ های جا احساساتی نیستم ما آن چی که گپ سیکو رسانی سن اجازه بده ما بر واحد نسان هم پیشنیاد کردم ما هم نصیحتش کردم بیادرانه و هم بر شختار دادم که دیگه جلو دان خدا بگیره که اگر جلو دان خدا نگرفت ما که سازمان SLFC هم قرار داد دارم و ما میتونم در بریف ها می فایت تنظیم بکنم باز ما در اون صورت چرا در بریف؟ چرا در بریف؟ بطه اون مثالش در بریف که برید نه تو را کسی مشناسه نه نه جنده کسی مشناسه نه بیننده داره خب مقصد ما در اول ما در اول طرفداری فایت نیستم بنا به اون نزاکت های وطنداری و چیز که گفتم و اگه بازی آدم با اون کسایی که رو تک تک میکنه باز اگه پایش ادامه داد باز ما برش حاضر هستم باز برش تاریخ تعیین میکنم باز اگه مرد هسته از گپ خود نه دور نخوره بیا که باز ما برش نشان بدم که فایت کردن چی هسته او با داخل قفس معلوم میشه مردم افغانستان هم باز بیننده ما تو میگه وقت شد تیر میشه سوال آخر من فایت بعدی چی وقت است تا بال مشخص نیست و وقتی که مشخص شوه با کی میخواین فایت کنین یا چی نو یک حریف باخبرتون یا گپ اینا میجا میذارم برات ها ما که سازمان SLFC قسم قرارداد دارم هم ایجا میتونم فایت بکنم هم بیرون میتونم فایت بکنم و مانی وجود نداره شاید بیرون باشه شاید ایجا و هر وقت که سازمان SLFC مرا بگه بیا فایت بکن دینی دور دینی حریفت است ولی که از UFC هم باشه من رد نمیکنم از UFC هم باشه از داخل هم باشه من کدش فایت میکنم ولی با اونمو میارایی که ما فیصله کردیم که دشان بونوم یارا SLFC خود عیار بکنه باز ما برشان فایت نشان میتونم تشکر بسیار زیاد باز محمد مبارز دوستان عزیز همیشه مصاحبه باز محمد مبارز جالب می باشه امروز به یک ذره یک چوری بالاتر بود از جالب کرده باز محمد مبارز خیلی احساساتی بود گپایی که زد شما شنیدین دوستان عزیز انشالله و تعقیبش کت واحد لاین نژند هم کوشش میکنیم مصاحبه داشته باشین که جواب سوالای یا گپایی که امروز باز محمد مبارز هم موردش زد را هم بته و یکان سوالای خود ما که با واحد نژند داریم او را هم شما جوابایشون بشنوید دوستان عزیز بسیار زیاد تشکر که با ما بودین تا به حال انشاءالله تا برنامه بعدی را خدا یار رو نگه دارد.